وقتی خبر آمد جایزه نوبل ادبیات را برده اینطور به وجد آمد. 16 سال پیش آکادمی نوبل گفت کتاب تبل حلبی گونتر گراس به زبان و ادبیات آلمان بعد از ده ها سال تباهی زبانی و اخلاقی زندگی تازه‌ای بخشید. در نظر بسیاری او صدای نسلی از مردم آلمان بود که در زمان جنگ جهانی دوم به بلوغ رسیدند و نسل‌های قبلی را به خاطر سکوت یا همراهیشان با آلمان نازی مسئول می‌دانستند. در یکی از کتاب‌هایش که حدود 10 سال پیش منتشر کرد نوشت که در نوجوانی عضو SS مسلح بوده که یک سازمان شبه نظامی آلمان نازی بود. موجی از اعتراض به راه افتاد و بسیاری او را درو، فرصت طلب و خائن نامیدند. اما خودش گفت از این همه واکنش تند شگفت زده شده، چون درباره سوابقش صادقانه و شفاف حرف زده و به گفته خودش زمانی که توپچی تانک SS بود یک گلوله هم شلیک نکرد. به هر حال توافق عمومی بود که بعد از جنگ جهانی دوم گونتر گراس از حامیان مؤثر گفتمان صلح و دموکراسی بوده. 10 سال عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان بود و بعد با همه علاقه ای که به این حزب داشت در اعتراض به این که این حزب در دفاع از پناهجویان اقدامات کافی انجام نمیده استعفا داد. گونتر گراس که از بنیانگذاران کمیته دفاع از سلمان رشدی بود بعد از اینکه فتوای مرگ سلمان رشدی صادر شد و از آکادمی هنر برلین به اعتراض خارج شد برای که این آکادمی به اندازه کافی از رشدی دفاع نمی‌کرد. گونتر گراس بخش مهمی از درآمد خودش رو اختصاص داده بود به حفظ فرهنگ کولی‌ها. گونتر گراس همیشه مدافع اقلیت‌هایی بود که قربانی مناسبات ناانسانی هستند. در جمله گونتر گراس کسی بود که از نویسندگان در افغانستان در بند ایرانی دفاع میکرد. وقتی من زندان بودم به 3 بار اعدام محکوم شده بودم، او از چهره هایی بود که پیش قدم بود و به دلیل نفوذی که داشت و به دلیل به اصطلاح اعتباری که داشت تونست رسانه ها و افکار عمومی آلمان رو بسیج بکنه تا به دولت آلمان فشار بیاره. 3 سال پیش شعری منتشر کرد با عنوان آنچه باید گفت. در این شعر او سیاست غرب در قبال برنامه هسته‌ای اسرائیل را ریاکارانه خواند و گفت اسرائیل که ایران را به حمله نظامی تهدید می‌کند با سلاح‌های هسته‌ایش خطری برای صلح جهانی است. چرا حالا که پیر شدم و جوهرم دارد تمام می‌شود می‌گویم اسرائیل که قدرت هسته‌ای است خطری برای صلح شکننده در جهان است. موج تازه‌ای از اعتراض علیه او در آلمان و اسرائیل به راه افتاد و اسرائیل او را عنصر نامطلوب معرفی کرد. بعضی گفتند آن شعر گونتر گراس یهودی ستیزی در لفافه است، اتهامی که خودش در شعرش پیش بینی کرده بود. آثار گونتر گراس عمدتاً درباره آلمان نازی و جنایت‌های جنگ جهانی دوم و ویرانی و بار مسئولیت اخلاقی باقی مانده در آلمان پس از جنگ بود. گونتر گراس نقاشی و مجسمه‌سازی هم می‌کرد. مجید خیام‌دار، BBC.